استانداری استان صلاح الدین عراق روز گذشته سه‌شنبه با صدور بیانیه رسمی از تعطیلی رسمی همه مراکز و اداره های دولتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خبر داد. در بخش از این بیانیه آمده با هدف تسهیل در حرکت و رفت آمد زائران به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، اداره های دولتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل خواهند بود. مؤسسه Save the Children که در زمینه بررسی سطح آموزش در جهان فعالیت می کند، در گزارش اخیر خود به موضوع آموزش در کشور افغانستان پرداخته است. این مؤسسه در گزارش خود افغانستان را در کنار سودان، سومالی و مالی، یمن، نیجریه، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره یکی از خطرناکترین کشورها در زمینه آموزش در جهان معرفی کرد. آستان مقدس عسکری از مشارکت بیش از 4000 نیروی داوطلب برای خدمت رسانی به زائران امام حسن عسکری علیه السلام در شهر مقدس سامر را خبر داد. در همین حال گفته می شود بیش از 600 موکب هم با هدف ارائه خدمات مختلف به زائران در مناطق مختلف شهر سامر را برپا شده است. منابع محلی در هند از شلاق زدن 9 تن از جوانان مسلمان در این کشور خبر دادند. این منابع مدعی شدند که مجازات این جوانان مسلمان در پی سنگ اندازی به سمت هندوها در یک مراسم دینی صورت گرفته است. منابع محلی از برگزاری اولین جشنواره فرهنگی هنری متعلق به مسلمانان آستین در مرکز فرهنگی مرکزی بخشی در مرکز فرهنگی مکزیکی آمریکایی خبر دادند. در این جشنواره که به میزبانی شورای روابط آمریکایی اسلامی برگزار شد، طیف گسترده‌ای از فروشندگان مواد غذایی، هنری، پوشاک و جواهرات حضور داشتند و همچنین فعالیت‌های سرگرم کننده‌ای برای کودکان و کارگاه‌های آموزشی برای الهام بخشیدن و توانمندسازی رهبران جوان مسلمان برگزار شد. زمین لرزه 5.4 ریشتر با مرکزیت شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران روی داد که در تبریز و تعدادی دیگر از شهرستان‌های آذربایجان شرقی نیز احساس شد. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله به بزرگی 5.4 ریشتر ساعت 3:51 بامداد امروز چهارشنبه 13 مهر ماه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد.